بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام وقتت بخیر خیلی خیلی به کانال من خوش اومدی قسمت اول محلول سازی از جامدات که شامل نمک ها و ترکیبات یونی مثل هیدروکسیدها و نمک ها بود توضیح دادم در قسمت دوم میخوایم محلول سازی از اسید قلیز البته در سطح دبیرستان چون بحث اکیوالان ایکی گرم و نرمالیته را دیگه نیست اصلا بحث نمیشه و بحثی است که در رشته های شیمی و مهندسی شیمی به دانشگاه ها موکول شده بعدا شما یاد میگیری ولی ما فقط اسیدهای یک ظرفیتی یا مونوپروتیک را یا یک هیدروژن اسیدی داشته باشم مثل HCL مثل HNO3 که البته اسیدهای چی باشن قوی باشن بررسی میکنیم اینا یه دونه هیدروژن اسیدی دارن و مثل سولفوریک اسید را اینجا بررسی نمیکنم چون بحث دبیرستان نیست اگر هم سوال کنکور بدن که طراحا هم بسیار علاقه دارن از اینها سوال بدن و در قسمتش فصل یک شیمی دوازدهم خیلی خیلی به دردت میخوره یا فصل سه شیمی دهم ده دقت کن بهت بگم که چگونه از اسید غلیز ما رفتیم آزمایشگاه با این وسیله دیگه آشنا هستی این یک خط نشانه دارد یعنی اگر از مایه پر کنی اینجا را تا اینجا می شود 250 میلی لیتر سوال من این هست که ما میخواهیم امروز چگونه رفتیم آزمایشگاه البته اینجا شما با آزمایشگاه عدت هایی که در کنکور میدن ممنون عدت هایی میدن که روند باشد نگران موضوع نباش اما حواست باشه من میخوام ببینم که حالا عدت هایی که من بکار میبرم خیلی روند نیست با بچه به اطلاعات ما حتما در آزمایشگاه ظرف محتوی هیدروکلوریک اسید را من میگم که در یک شیشه کدر رنگم هست و در زیر هود نگهداری میکنن تا بخارهای اسید ما را اذیت نکنه بر روی ظرف آزمایشگاه یک سری اطلاعات داده شده ما باید اونها را حتما که شرکت سازندش کارخونی سازندش مشخص کرده داشته باشیم یکی از اینها این هست که حتما فرمول ترکیب نوشته HCL درسته بعد اومده چی گفته فرمول مولکولی یا مالیکولار مس جرم مولکولی از میکنم یا مولکول گرمش داده بعد اومده گفته که امش چقدر هست با ام بزرگ هم معمولا می نویسه مثلا اومده گفته 36 ممیز 46 صدم درسته یکی دیگر از اطلاعاتی که حتما لازم داری که خب شما بیای ازش محلول رقیق درست کنی این هست که باید چگالی یا دنسیتی آن را هم داشته باشی دیشم داده گفته دیشم چقدره یک ممیز شونزده گرم بر سانتی متر مکعب و یه چیز دیگه هم داده هست یادت باشه حتما باید اون را هم نگاه کنی چون مواد شیمیایی صد درصد خالص نیستن درسته اومده درصد خلوصش هم مثلا یه موقعی هست به این عدد اینجوری می نویسه درصد خلوص را به عینشون نشون میده میگه چی هست اگر درصد خلوصش نگاه کنیم اطلاعاتی که برای من در مورد درصد خلوص داده گفته که حدودا دامنه ای میده ولی در کنکور برای تک میدن اصلا تو نگران موضوع نباش خدمتت ارز کنم که مثلا میاد میگه که سی تا سی و چهار درصد هست درسته درصد خلوص هم داده که با درصد خلوص آشنا هستی سی تا سی و چهار درصد خب هر اینجوری دو تا عدد بدن ما میانگینش یعنی سی و دو درصد در محاسباتمون میگیریم یعنی دامنش از سی تا سی و چهار درصد درصد خلوصه این ظرف محتویه خدمتت ارز کنم که حالا بذار رنگش هم عوض کنم این مثلا رنگ اسید ما هست در داخل اینه اومده این ویژه گفتم در معمولا ز... هم ز... کدر قهوه‌ای رنگه که نور هم اذیت نکنه اثر نکنه به خاطر همین زور فاز را به این صورت میسازم خب حالا سوال من چیه؟ من این مشخصات و این اطلاعات از روی ظرف آزمایش گرفتم بله من حالا در آزمایشگاهی وظیفه ای دارم باید انجام بدم آیا فرمول هایی که دیروز در مورد یا در فیلم قبلی در مورد ساخته محلول از جامدات گفتم اینجا هم به دردم میخوره خیر اینجا باید دو تا فرمول دیگه ای باشی چون به خاطر اینکه مثلا به عنوان مثال بهت طراح این اطلاعات هم داده باشد اصلا کاری نداریم به ما میگن آقا 250 میلی لیتر شما زحمت بکش 250 میلی لیتر محلول هیدروکلوریک اسید همون HCL هیدروکلوریک اسید چند درصد بساز هیدروکلوریک اسید مثلا چند مولار بساز سه مولار بساز درصد دیگه نه سمولار بساز یعنی 250 میلی لیتر این ظرف 250 میلی لیتر هست خب تو وظیفه داری که در داخل این چیکار کنی تا بعدا توضیح بدم تا بعدا توضیح بدم الان سر کلاس قشی دقت کنی یاد بگیری خدمتت عرض کنم که 250 میلی لیتر من میخوام چیکار کنم سمولار بسازم درسته یعنی غلظت اسید من سمولار باشه یا سه مول بر لیتر باشد سه مول بر لیتر خب کار اول من باید بیام از این فرمول استفاده کنم سی غلظت را بلدی دی از این فرمول یاد بگی ده ضرب در آ ضرب در دی بر روی ام از این فرمول استفاده می برای تعیین غلظت مولی اسید غلیظ درسته یک پروتونی حواست باشد یک پروتونی باشد اسیده و مثل HCl یا HNO3 درسته؟ اگر از این استفاده کنم چه اتفاقی میفته اینجا؟ یعنی من میتونم قلزت اسید قلیزمه رو به دست بیارم خب خیلی ساده شد دیگه پس یه فرمولت این شد این فرمول شماره یک فرمول شماره دو هم الان بهت میگم خیلی ساده هست بس از اینجا من میام به کمک این فرمول اطلاعاتی که از روی ظرف اطلاعاتی که از روی ظرف چی برداشتم؟ از روی ظرف آزمایش برداشتم درسته؟ با اطلاعاتی که از روی ظرف آزمایش برداشتم کار سختی نیستش که هستش؟ نه من میام یکی یکی میرم جلو و حلش میکنم میگم ده ضربه در درصد خلوصش چقدر گفتیم اینجا؟ درصد خلوصش گفتیم سی تا سی و چهار میذارم سی و دو همین الداشو بذار ضرب در دیگه اونو چی میذارم؟ درسته؟ یک ممیز 16 تقسیم بر امشه چقدر داده؟ 36 ممیز ماشین حساب استفاده میکنی 36 ممیز 46 از اینجا عددی که به دست میاری غلیزت تحصیل غلیزت نشون میده حدودا میشود ده ممیز 18 در آزمایشگاهی می از ماشین حساب داریم چون میخوام دقت کارمون بالا باشه ولی اگر تو کنکور بدن عددها رو یه جوری میدن که عدد اعشاری اینجوری در نیاد خیلی روند و به قول میگن سرراست باشه به قول خودمون درسته حالا میرم چیکار میکنم میگم سیم، این الان تعیین کردم این یعنی ظرف از این ظرف اسیدت قلزت هیدروکلوریک اسیدت هست چی؟ ده مومد مولار یا مول بر لیتر درسته؟ من چی میخوام تهیه کنم؟ 250 میلی لیتر سه مولار میخوام تهیه کنم سه مولار خب میدونی دیگه سه مول بر لیتر سه مول بر لیتر غلظتش کمتر از ده مومد هیچده مول بر لیتره چی کار میکنم؟ یه فرمول دیگه این فرمول شماره دو هم همینجوری استفاده کن همیشه بینیم سیغین وی غین خیلی ساده بگم سیره ویره درسته؟ یعنی چی سی غلیز ضرب در وی غلیز سی رقیق ضرب در وی رقیق دیگه یه جاگذاری ساده هست سی غلیز چقدر شد؟ ده ممیز 18. وی غلیز دارم نه یعنی چقدر از اون بردارم سی رقیق چقدره؟ سه ضرب در دویست و پنجا اصلا نمیخواد به لیتر تبدیلشون کنی از اینجا ویی غلیزت به دست میاد چقدر ویی قلیز مسابق با 3000 به ۲۵ 250 برای 10 ه 17 حدوداً میشه بذشت 7 دو و, سه و هم یعنی 7 دو و میلی لیتر چون اینم میلی لیتر گذاشتم. اینم میلی لیتر یعنی اینکه میای با پیپت یا به صورت دقیق حالا نگاه کن چه کار میکنیم رفتم بالا دوباره 250 میلی لیتر از این اسید غلیزه با پیپت در زیر هود برمیدارم اضافه می کنم اینی که خالی باشه حالا اینجا زرد رای میبینی پر نیست بعد یواش یواش آب بهش اضافه کنم چقدر هفت... 250 میلی لیتر این 250 میلی لیتر دیگه چقدر برمیدارم ازش اشتباه نکنم 73 و 6 دهم میلی لیتر میام از این برمیدارم از این برمیدارم بعد میام اضافه میکنم به این 250 میلی لیتری سه و میلی لیتر اضافه میکنم به این 250 میلی از اسید غلیز آب اضافه میکنم یواش یواش تکون میدم تا خط نشانه اون موقع چی دارم 250 میلی لیتر اسید مول بر لیتر دارم تمام شد لطفا لایک بزن کامنت بذار من زحمت میکشم این داره میگم یاد بگیری وگر مهمانی دنبال کنند کانال هم باش خدا نگهدار تا فیلم بعدی